من میخواستم بگم که دقیق ببینید ما موزیک رو لایو اجرا میکنیم دیگه، از این مستندتر نمیشه. خدا وکیلی لطفاً یه دونه سیم بیاد. خیلی اتفاق بعدی و این آهنگ جاشه با یه آهنگی که سیم نداره بی سیم رو عوض میکنیم. اتفاق دیگه کنسرت لایو میفته دیگه، بهتر از اینه که پلی بک کنی و نخونی. گروه 7 در حال اجرا، سیم گیتار پاره میشه و بعد میگن که این مستندیه که ما داشتیم لایو اجرا میکردیم و حالا سیم گیتار پاره شده، مجبوریم یه آهنگ اجرا بکنیم که نیازی به این سیم نباشه. ببینید چه اتفاقی داره میفته که اگر کسی هم لایو اجرا بکنه میاد میگه من لایو اجرا کردم ها. ببین لایو اجرا کردم. لایو اجرا کردن وظیفه یک خواننده است، منتی سر کسی نیست. قطعا شما هم نمیخواستید عزیزان گروه 7 بند که منت بذارید سر کسی، اما این رو میگم که به حرف بعدی برسم. قطعا منتی سر کسی نیست که ما لایو اجرا کردیم. خب اگر لایو نتونید اجرا بکنید چرا میاد روی صحنه؟ اینو بذاریم کنار. اما اگر من توی اجرای شما بودم ترجیح میدادم به جای اینکه این اجرا رو از شما ببینم پلی بک بشنوم. این حجم از فالش خونی دیگه. حالا من دارم لایو میخونم دیگه، لایو اینه دیگه. من آرش قنادی رو میدونم که خواننده خوبیه، زنده خوب اجرا میکنه، اما زمانی که شما در کنار دو نفر با این حجم از ناتوانی در خوانندگی میایید روی صحنه، شما نیاز دارید که حداقل این دو خواننده‌ای که در کنارتونن، آقای قنادی، نیاز دارن که اول صداشون رو درست بکنن، درست بخونن و بعد بیان روی صحنه و بعد پول بگیرن از مردم به خاطر اجرایی که میخوان بهشون تحویل بدن. تو میگیری دست سردمو، وای نمیشه باورم، عشق اول آخرم، تو شدی تمام دردمو. محمد رضا گلزار دیگه نیاز به تعریف داره به نظرتون؟ اگر این اجراهای بد رو هم کنار بذاریم، یعنی اگر بگیم که باشه قبول میکنیم همه دارن بد میخونن تو هم بد بخون، آداب صحنه گردانی هم وجود نداره. باید چند کتاب در باب آداب صحنه گردانی بدیم این دوستان مطالعه بکنن که بدونن روی صحنه باید چجوری رفتار کرد وقتی که مخاطب نشسته و شما هم روبروی مخاطبی. تمام اینهایی رو که دارم میگم برای زمانیه که شما پول میگیری که بیای روی صحنه اجرا بکنی. کنسرت گذاشتن این چیزهایی که ما داریم میبینیم نیست. وقتی که رو استیج هستم فکر میکنم تمام دنیا مال منه، فکر میکنم همه به خاطر من اومدن. یعنی من از عمق دلم میخونم. میدونی چطور میگم؟ از این جهت میگم من نمیام بخونم بگم پولو بگیرم برم. حالا این صرفا به ایران هم منتهی نمیشه. یعنی ما داشتیم کاردی بی که رفته روی صحنه، یه نفرمون وسط یه آبی پاشیده بهش و متوجه شدن که از ماجیک مایک داشته استفاده میکرده. حالا تفاوتش چیه؟ اونجا وقتی همچین چیزی اتفاق میفته دیگه هوادار کاردی بی که توی اون کنسرت بوده نمیره بی جهت بگه که نه شما دارید به کاردی بی، تو دنیای بدون کاردی بی رو تصور بکن، ببین چه دنیای سختی. نمیره بی خودی از کاردی بی حمایت بکنه، یا آقا اشتباه کرده، طرف خواننده نبوده، اگر بود که پلی بک نمی‌کرد. ما یک مقدار باید این فرهنگ نقده رو داشته باشیم دیگه. بی جهت اون سوت و جیغایی که در رابطه باشون صحبت می‌کنیم نباید اتفاق بیفته. اگر هم از روی نادانی من برم پیش کسی جیغ بزنم، فردا روز اگر بفهمم که اون جیغی که زدم اشتباه بوده، دیگه نمیام از اشتباه خودم چشم بسته حمایت بکنم. همین سادگی. اینم اجرای سامی بیگیه، اونم از این قاعده مستثنا نیست. شاید الان بگید که مثلا هزاران نفر توی کنسرت میرن. ببینید عزیزان، فرقی نمیکنه. 1000 نفر، 10,000 نفر، 100,000 نفر، 1,000,000 نفر، 10,000,000 نفر، 100,000,000 نفر، 1,000,000,000 نفر آدم اگر متوجه نشن که اون خواننده‌ای که داره براشون اجرا میکنه داره فالش میخونه، یعنی نادانن، نفهمیدن. به این که مثلا فلانی کنسرتش پر میشه نگاه نکنید. کسی که متوجه این ایرادها بشه نمیرقصه با این آهنگ، چون داره فرکانس اشتباه داره میگیره، صدای ناهنجار داره تحویل گوشش میده. چطوری شما میتونید با یک صدای ناهنجار برقصید؟ صدا یک ذره دیستورت باشه شما سردرد میگیرید، صدا کج و کوله باشه چطوری میتونی باهاش خودتو تکون بدی و انرژی بذاری؟ نمیشه دیگه. سوگلی رادیو جوان دنیا دادرسان، کماکان اجراهایی که میذاره، اجراهای پرشماری که میذاره، کماکان بده. هنوز هم توانایی اجرا کردن نداره، فقط میتونه بیاد روی صحنه بازخوانی بکنه. یک بازخوانی به شدت ضعیف. تنها اتفاقی که میتونه رقم بخوره همینه، یعنی شما اجرای سالم نمیبینید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. حتما نظراتتون برامون بنویسید، نظراتتون خیلی برامون مهمه، همه رو میخونیم، اگر بتونیم پاسخ میدیم. ارادت، خدا نگهدار.